سلام نیلوفر خانم، میبینم که پشت سر من ایستادی، خیلی دور از دوربین به خاطر اینکه شما بارداری و فردا شدیدم میخواد بری سزارین بشی. به به، مبارک باشه، تولدت مبارک. تولد شما مبارک. چطوره؟ خوبه. همه چی خوب پیش میره؟ دیگه تمام شو بره دیگه. دیگه خسته شدیم دیگه. خسته نباشی. مرسی، ممنون. حست چطوره؟ چه حسی داری؟ استرس دارم. خب نه که نداشته باشم. بالاخره یه عمله که قرار انجام بشه. یه آدم جدید داره میاد تو خانواده. ولی حس خوبیه. خداش. آقا بس بریم فردا ببینیم چی میشه دیگه. گفتیم میتونیم بریم تو اتاق عمل با دوربین. سلام، صبحتون بخیر. خب ساکا رو بزنیم تو ماشین، فقط میخواستم بهتون بگم که صبح شده، حالا ما آماده میشیم بریم بیمارستان. فقط اصلا نتونستم خوب بخوابم، جفتمون استرس داشتیم، حتی لیام هم از استرس ما صبح پاشد. ساعت الان 7:02 است. ساکا رو بذاریم و بریم. الان ساعت 8:30 که دیگه آخرین شبی هستش که ما 3 نفره هستیم دیگه، از این به بعد میشیم 4 نفره. اینو میخواستم بهتون بگم قبل اینکه بخوایم برین واسه سزارین، اینکه میخواستی سزارین بشین یا حالا کلا خانومتون رو ببرین فارغ بشه، یه سری لوازم شما باید حتما جمع کرده باشین. یه ساک باید داشته باشین، یک وسیله‌ای بچه توش باشه، یه ساک دیگه هم باید داشته باشین وسیله‌ای خودتون رو بذارین توش. حالا اون ساکا چیاست؟ ساک بچه 2 تا شیشه ما گذاشتیم، شیر خشک آوردیم ولی خب اونجا باز میدن. من خودم 2 تا بلویا گذاشتم، 2 تا پمپریز گذاشتم، باز اونم باز لازم نیست چون باز اونجا هست. لباس بچه رو باید بذارین، پتو باید بذارین واسه بچه، اینا رو توی ساک جدا. بعد پودر بچه که پاش واسه عرق سوزونه، چون شما فکر کنم مثلا 2 روز بمونید یا 3 روز اگه که سزارین باشه، حالا خیلی بستگی به خیلی چیزا داره. لباسای خودتونم که یه لباس واسه شب که می‌خواید بمونین و دیگه چیز اولیه دیگه، جوراب و مسواک و اینجور چیزا. بعدم که دیگه خلاصه باید ببینیم فردا چی میشه دیگه. از بیمارستان امروز زنگ زدن گفتن که افتاده جلو عمل سزارین، باید 8 صبح بیان، چون که یه نفری که قبل ما بوده اون زودتر این عمل رو انجام داده، ما افتادیم جلوتر. بریم ببینیم میتونیم از اتاق عمل هم فیلم بگیریم یا دوربین رو ببریم تو. میشه؟ فکر کنم بشه. ببینیم. میشه. اگه بشه خیلی باحال میشه. خب یکی از مهمترین چیزها خب جای خود بچه هست، مثل کریر. سو بریم آقا. این هم ماشین. سلام، سلام نیلو، خوبی؟ سلام. آماده ای؟ دیگه عرف کنم. الان ساعت شد 7:03. بریم وسیله رو گذاشتیم تو ماشین، بریم به سمت بیمارستان. لیام داره زنگ زد و جوابشو بده. خب موندیم پشت در. میخوای یه بار دیگه بزنی؟ نه، چراغ قرمزه. از اول قرمز نبود؟ نه. اینجا طبقه اتاق عمله، بهش میگن طبقه اپراخون، طبقه پنجم. حالا ما رسیدیم، فعلا هیچ خبری نیست، پشت در ایستاده. میام، نوشتن که بشین منتظر. میام میام و بشین. پس خب بشین. نمیخوام. 2 تا 4 تا صندلی کو داغون گذاشتم. من یه چیزی تعریف بکنم. اومدیم خب طبقه پنجم، اینجا رو بلد نبودیم که، رفتیم از یه جا سر در آوردیم، یارو گفت نباید میومدی اینجا، اشتباه اومدی. چجوری اومدیم تو؟ در باز بود، از اون چه بینیم در باز بود. ببینیم چی میشه، چی پیش میاد. من باش گفتن خب یه چیزی اونجا بذاریم که کسی نیاد تو، در باز بود. آره دیگه. آقا چیکار کنیم؟ وایسیم ها؟ بله. اوکی وایسیم. خب یه بار دیگه بزن، یه بار دیگه بزن. اومد؟ اومد.
خب بچه این اتاق رو ببینین، اینجا رو الان در اختیار اون گذاشتم و البته محیطش رو ببینین. بعد این لباس دادن من بپوشم، این لباسم دادن نیلو بپوشه واسه تو اتاق عمل. من میتونم برم همراه نیلو توی اتاق عمل، گفتن که کامرا رو میتونی ببری تا الان، ببریم ببینیم میتونیم بگیریم فیلمو. بعد از عملم برمیگردیم همینجا، الان لباسمون رو گذاشتیم، ساکمون رو گذاشتیم و نیلو هم که رفتش آماده شه لباس رو عوض بکنیم و دیگه همین دیگه. خدا دادن دستبندش هم دادن اینا الان بسته. اینجا اتاقیه که میرن واسه عمل، اینجا آماده میشی واسه عمل. بعد از عملم واسه ریکاوری و فلان دوباره میایم اینجا که بعد توی بخش بیبه وقت بدن، یعنی اتاق بدن که بریم پایین. بعد سلام، دکتر عطا احمدی هستم، خیلی خوش اومدید به تو چنلت کردی. مراقبت هر یزه مراقب 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 خشنگ ادامه تحصیل دادم. آره خیلی بشنه نکو کارو چی سایزه تو میدونستن چه لباسی گذاشتم برای؟ آره میدونستن سایزه عموجانی. که اتفاقاتی که الان افتاد تا الان اومدیم تو، یعنی ساعت 8 گفتن که بیاین دیگه، الان 8:20 اومدیم اتاق که دادن، لباسامون رو دادن گفتن عوض کن. بعد تست کووید گرفتن ازمون، بعد خدا شکر منفی بود. خدا بعد دیگه همین دیگه منتظریم که بیان این سوزنا چیزای منو بزنن. صدای قلب بچه رو شنیدن. منتظریم دیگه. لباس هم که پوشیدم پزشک نیستم من الان توی مرحله. آبیه پزشک هستم. من میخوام تو اتاق عمل. آره درسته. بریم پس تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت شده منتظریم، درسته؟ آره خیلی. 20 دقیقه نیم ساعت منتظریم، ساعت الان 8:45 همچنان منتظریم که ببینیم که چی میشه. گشنه تشنه. آره دیگه، چون که شما نمیتونی چیزی بخوری از ساعت 12 شب روز قبل، نمیتونی هیچی بخوری، باید مجبور تام آبم نمیتونی بخوری، درسته؟ آب از ساعت 6 صبح دیگه آبم نمیتونه بخوره. اگه من بچه این ور نگاه میکنم داشتم خودم نگاه میکردم تو مانیتور، باید اینجوری شما رو نگاه کنم. گفتن که اگر حالا هنوز خبری ندارن که اگر عمل اورژانسی اکیوتی چیزی پیش بیاد خب بعد اون اول انجام بدن. حالا تا ببینیم. یه دونه هم قبل ما بود، یعنی با اینکه ما 8 صبح اینجا بودیم. اون دیگه اوه فکر کنم الان داره عمل میشه دیگه. شده نمیدونم. شده من فکر کنم. آره. جدول سلوک هر می‌خوری؟ این وضعیت. ازم پرسیدن که چیه اسمش چیه؟ چیه استودیوی هم چیز کنن راجب زنای بارداری که سالمن یا مثلا مریضی ندارن، ازشون میخوان نمونه برداری کن. نمونه برداری میگن یاره. خب اجازه داریم ازت برداریم و مثلا چیز کنی؟ گفتم آره. بعد این دیگه خروار رو داده من پر کنم الان این همه کاغذ. بعد گفتش که یه دونه خون اضافه ازت میگیریم، یه دونه از تو نخا که مثلا چیز میکنن اضافه یه آزمایش فهم دارم. همین دیگه. آقا من فقط یه چیز دیگه بگم. ببین اولی بارم من تست کرونا گرفتم، ولی خب به خاطر اینکه یه اتفاق اورژانسی واسهشون پیش اومد رفتن یک کس دیگر عمل کنن، مون تستم اینجا. بعد اومدن گفتن که چون ساعتش گذشته طرف هنوز نیومده اونو چک بکنه ما باید یه بار دیگه بگیریم. یعنی من یه بار دیگه ازم تست گرفتم. فکر کنم نیلو تو ازم فیلم گرفتی واسه مون تست. آره اوکی پرفکت مرسی. حالا سعی می‌کنم اون فیلمو بگیرم از نیلو بذارم حتما. Nilofar är en väldigt duktig och snäll person som hjälper oss med forskning. Så kan man säga. Det är inga VM-kärl här riktigt. Nej, precis. Det är det jag säger. Men vad tror du om det här? Får jag ta den eller? Den ser frestande ut. خب هم تو که داریم میبینی الان ساعت 11:15 شده که همچنان ما نرفتیم تو، چون که 3 تا اکوت یعنی اورژانسی واسه شون پیش اومد. 3 تا اورژانسی واسه شون پیش اومد که گفتن که اونا باید برن. همین الان بازی اورژانسی دیگه پیش اومد. الان
میشه تقریبا 3 ساعت و خورده‌ایه که اینجاییم دیگه. 8 اومدیم، 8 شنی توی بیمارستان بوده، ولی خب بازم همچنان منتظریم. یعنی که به خاطر این که قسمت کرونا خیلی زیاد نیرو میخواسته، خیلی نیرو هم اینجا فرستادن مثل اون و بعد مثل این که فقط یه دونه اتاق عمل هستش واسه یه عمل سزارین. همین کسایی هم که الان اون طرف میخوان طبیعی بزن و یه مشکلی واسه شون پیش میاد، موقع به صورت اورژانسی باید بیان سریعتر از اون کسی که تو نوبت عملش. الان 3 نفر اومدن جلوی ما، یعنی الان تقریبا 3 ساعت خورده اینجا وایسادیم. دیگه جوری شدش که که کسی که میخواد عمل سزارین بشه نباید از شب قبل ساعت 12 شب چیزی بخوره به خاطر بیهوشی. به خاطر همین موضوع من بعدم صدام بهتر شد، به خاطر همین موضوع هم که نیلو داشت ضعف میکردی. بعد اومدیم صحبت کردیم واسه سرم زدن، همین سرم نشون بدم، سرم قندی اینا زدن که ضعفش برطرف بشه. خود منم ضعف کردم. آره حالا ببینیم خلاصه این تلسم شکسته میشه ما چه ساعتی بالاخره اومد داریم واسه اتاق عمل. همونطور که دیدین عکسا رو گذاشتم بریم تو اتاق عمل، نذاشتم بریم فیلم بگیریم تو اتاق عمل. گفتم که شما گفتین کامرا میتونه میاد، گفت کامرا واسه عکاسی فقط. تا اونجا که تونستم عکس گرفتم واسهتون که ببینید فضاشو. بریم حالا یه ذره بچه رو ببینیم. هی لئون خوبی؟ همه چی اوکیه؟ بله. شورت داره میگیره؟ آها واسه هم داره. ساعت 4:30 ما هنوز تو بخش ریکاوری هستیم. باید 5 ساعت اینجا باشیم. نه دو ساعت بعد این که از عمل بیام بیرون. آها 2 ساعت بعد این که از عمل بیام بیرون. اوکی فکر کنم 5 ساعت. بعد بستگی داره چقدر پا تکون بدی. آها به پای آدم رفته. که همه دستگاه ها هم اینجا هم دیگه. دستگاه اینجا بالا هم هست و این در الان که بازه این پشتش نشستم هم نگاه میکن. ای داره ضربان قلب رو نشون میده، ساعت رو نه. حالا بعد دیگه از اینجا میریم به زودی، حالا تو جای جدیدم که رفتیم واسه تون فیلم میگیرم. ما اتاق عوض کردیم، الان اومدیم تو بخش دیگه، تو مراقبت های ویژه نیستی بیام و ریکاوری. یه اتاق دادم این شکلی، نیلو تخت دادم واسه یه بیویسمون، آقا لئون یه دونه تخت هم واسه من داره اینجا، این میشه خوابیده میشه تخت میشه که بعد من بتونم شب بمونم حالا یا یه همراه دیگه. این قسمت هم ببینی اینجا هم واسه اینکه بخوای لویا یا همون کونه پمپریز پوشکش عوض بکنین. یه دونه توالت حموم داره اینجا، نمیدونم بتونشون بدم. توالت حموم هم داره، بهم هم حوله داد، هم واسه دوشک ملافه داد، همه چی کامل دیگه داد که حالا واسه اینکه میخوایم شب بمونیم. حالا احتمالاً یه شب بیشتر نمونیم دیگه بیمارستان، بعد دیگه برمیگردیم. اگه که ماسک دارم نمیتونم الان بردارم چون گفتن که ماسکتو فعلا بر ندار، واسه همین ببخشید اگه صدا ضعیف بود دیگه. مخلصم ببینیم بازی چه اتفاقی میفته واسهتون فیلم میگیرم. خب موقعی که بچه به دنیا میاد یه همچی سینی میارن، میگن گراتیس مبارک بشه، بهش میگن سینی فودل صداک فیکه. آره فودل صداک فیکه، خیلی هم خوشگلیه. من گفتم ببینین تجربه والی. بچه ها غذا هم اینجا به صورت فریزری هستش، بهتون میدن حالا هر نوع غذایی که بخوای گرمش میکنی 3 دقیقه. حالا این گرم شد، یه غذا دیگه هم گذاشتم تو اون یکی میکرو. بعد برنامه غذای اونجا هست روی دیوار، شما باید انتخاب بکنی که کدوم غذا رو میخوای، بعد مثلا میای اونجا بهت میدن. چیز جالب دیگه، تمام این چیزا هم که دارین رو میبینین همش مجانیه و میتونین استفاده بکنین. اونم دستگاه قهوه است با دستگاه کوچینو چای، اینا هم همش مجانی در اختیار شما میذارن این روزایی که اینجا هستی. علامی دوباره بچه‌ها الان تو روز دوم هست، ساعت 4:19 دقیقه. چه اتفاقی افتاده تا الان؟ دیروز که اومدیم توی
بخش از مراقبت‌های ویژه. الانم توی بخشیم. بعد میگه. الان ساعت 4:20 دقیقه، ساعتم این اتاق نداره. همینطوری که داریم می‌بینیم. دو روزه بیمارستانیم. امروز روز دومه. دیشب اومدیم بخش بعد از اینکه یه حدود 3 ساعت خورده‌ای توی مراقبت‌های ویژه بودیم و بهش هم ریکاوری هم میگن. خب من توی فیلم دارم میگم که این غذاها رو میگم مجانیه، ولی واسه همراه مجانی نیست، یه پول کمی باید بعداً بهشون بدین. حتی شبایی هم که همراه میمونه یه پول کمی باید بدین به خاطرش، ولی واسه یه کسی که فارغ شده واسه اون کاملا مجانیه و نیاز نیستش هزینه بده. خب حالا بریم سر اصل مطلب ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. بله سلام آقا لئون، حال شما چطوره؟ خوبی؟ ایشون هم آقا لئون ما هستن. این اتفاقات داد که آقا لئون متولد بشه. بچه این چیزایی که توی اتاقتون هست و میتونین مجانی اینا رو استفاده بکنین. چیز جالب دیدم، بذار اینو بهتون نشون بدم، خیلی واسم جالب. آقا مدام دستشویی، بعد اینکه اومدم تو دستشویی خیلی ریلکس، بذار چراغ واسهتون روشن کنم. سلام، حال شما چطوره؟ اتاقش که سر دیر روشن میشه، خب روشن شد. اومدم دستشویی، بعد درو بستم به این صورت. یه یک چیز خیلی جالب دیدم، دوست دارم شما هم ببینید. ببین چقدر جالبه، متوجه شدی داستان چیه؟ ببینیم به زبان فارسیش هم هست. اینو کجا زده؟ زده پشت در توالت که زیادم تو چش نباشه، طرف که میاد اینجا قشنگ مطالعهشو بکنه بعدم زنگ بزنه. ما یه دونه فیلم هم در مورد این خصوص ساختیم، حمایت از زنان توی سوئد اسمشه، لینکش هم من واسهتون این بالا میذارم. ببینین کاملا به زبان فارسی هم نوشته، به همه زبونا هست. فعلا پس اگه از سری برنامه خوشتون میاد حتما ما رو سابسکرایب بکنین، لایک هم که مرامته.